سلام به همگی. موضوعی بحث امروز من یه مقدار شاید متفاوت باشه با بحثایی که اساتید محترم داشتن. همش صحبت از زمین و اجتماع و مردم بود. ما میخوایم در مورد آسمون صحبت بکنیم. بریم سراغ مریخ و در مورد حیات مریخ صحبت بکنیم، چون یک سوژه‌ای هستش که خیلی مورد توجه همه قرار گرفته. اما چرا مریخ به عنوان حیات همیشه مد نظر بوده؟ هرچند امروزه با توجه به تحقیقاتی که انجام گرفته، ستاره هایی پیدا کردن که دارای سیاراتی هستن که امکان وجود حیات روشون هست، اما چرا مریخ اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟ خب این به واسطه شباهت هایی هستش که سیاره مریخ با ما داره. خب اولین شباهتش، حالا شاید هم این شباهت نباشه، اما موردی جالبش اینه که مریخ نصف زمینه. نصف زمین بودن یعنی جاذبه‌اش هم نصف زمینه. خب خبر خوب اینه که به نوعی ارتوپدها تو مریخ، حالا به هر حال کار خوبی ندارن، شغل خوبی ندارن، واسه اینکه از ارتفاع وقتی که بیافتیم اندازه زمین دیگه دست و پامون نمیشکنه. اما دیگه چه شباهتایی بین مریخ و زمین وجود داره؟ اولا خب مریخ چهارمین سیاره منظومه شمسیه، یعنی بعد از اینکه زمین قرار گرفته سیاره مریخ قرار گرفته، هرچند 78 میلیون کیلومتر از خورشید دورتر هست، اما از یک بابتهایی اون پارامتراش بسیار بسیار شبیه زمینه. من چند تا مورد خدمت شما عرض بکنم. یکی اینکه شبان روز ما چقدره؟ خب ما میگیم که 24 ساعت هست. حالا تو دنیای نجوم میگیم 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه و 1 صدم ثانیه. اما این اتفاق و میدونیم که سال زمین هست 365 روز. اما توی مریخ این چقدر فرق میکنه؟ در مریخ 24 ساعت و 37 دقیقه است. یعنی 37 دقیقه تقریبا 40 دقیقه شبان روزش از زمین بیشتره. خب این به نفع ماست. در واقع 40 دقیقه اونجا بیشتر عمر می‌کنیم از نظر هر 24 ساعت. خب سالش هم تقریبا 2 سال زمین هست. خب اینم شاید خوب باشه از یک بابتایی، برای گرفتن مراسم ها و سالگرد ها و اینها از نظر اقتصادی جلوتر است. اما این که زمین و مریخ از بابت انحراف از محور عمودی به همدیگه نزدیک هستن، یعنی این که مریخ هم دارای فصل هست. ما میدونیم که علت پیدایش فصل توی سیاره مثل زمین انحراف از محور عمودی هست، نه به فاصله نزدیک دور شدن و نزدیک شدنش به خورشید. اتفاقا زمانی که زمین به خورشید نزدیک‌تره زمستون هست. خب این یک به هر حال میگم شباهتی است که بین مریخ و زمین. از طرفی مریخ داره کلاهک قطبیه و یک سری پارامترایی داره. مریخ اتمسفر داره، هرچند این اتمسفر بسیار بسیار نازک هست. اما خبرهای بد الان از اینجا شروع میشه. زمین بیشترش نیتروژن، 21 درصد اکسیژن داره، عناصر دیگه هم داره. سیاره مریخ بیشترش CO2 هست، دیوکسید کربن، اما مقداری اکسیژن هم داره. خب سوالی که پیش میاد این هستش که خب این مقدار کم اکسیژن آیا میتونه باعث ایجاد حیات بشه؟ خب در جواب باید گفتش که روز زمین ما 21 درصد اکسیژن داریم، ولی این همه موجود زنده و گیاهان و نباتات و انسان و حالا جانوران هستن. پس بنابراین الزام نیست که حتما جو یک سیاره پر از اکسیژن باشه، و مریخ این توانایی داره که اکسیژن رو در خودش نگه داره. از طرفی سیاره مریخ در نواحی استواییش دماش 4 درجه بالای صفره. خب دمای معقولی هست. حالا ممکنه برای ماها بگیم دمای کمی هست، حالا مخصوصا ماهایی که توی شمال زندگی میکنیم، اما خب نواحی هستش که در طول سال دمای زیر صفر دارن، حالا در کشورهای دیگه حتی. پس به نوعی هست که بشر بتونه در اون دما بقا داشته باشه. البته نواحی سردش که به حال فکر نمی‌کنم امکان وجود حیات توش باشه، چون دماش بسیار بسیار پایین هست. اما مورد دیگه هم که وجود داره که این یک شباهت دیگه هست بین مریخ و زمین، این هستش که در مریخ یک توده هایی پیدا شده که حالا در سالهای گذشته فکر می‌کردن که این برف است، اما خب امروز می‌دونیم از جنس برفی که ناشی از آب باشه نیست. اما خب یک نقطه های امید کوچکی هم وجود داره که حالا بهش خواهیم رسید و پیشرفتایی که بشر میخواد در این مورد انجام بده. یک مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که شباهت هایی وجود داره بین مریخ و زمین، که این شباهت ها گویای این هستن که در مریخ در گذشته حیات وجود داشته. من برای اینکه این شباهت ها رو بهتر نشون بدم یک سری تصاویر آوردم که تو تصاویر کاملا واضح هستش. حتی عکسایی رو آوردم از زمین و مریخ و دو تا عکس رو کنار هم گذاشتم و از شما میخوام که حدس بزنید کدومی که از این عکس ها مال زمینه و کدوم مال مریخ، و به شما قول میدم که نمیتونید به همه عکس ها درست پاسخ بدید. حالا به اینم خواهیم رسید.
اتفاق دیگه که داره مریخ داره میفته اینه که با توجه به تغییر فصول زمستان و تابستان، میزان این قطب بودن و این سرمای مریخ تغییر میکنه، نواحی استوایی به صورت گرمتر باقی میمونه. خب حالا میرسیم سراغ یک سری از عکس ها. دو تا عکس حالا توی این اسلاید که اونایی که دوستانی که در وب ایران هستن ملاحظه میکنن، یک عکسی از سمت چپ، یکی از سمت راست. من برای اولین عکس یک تقلب گذاشتم. توی یکی از این عکس ها یک انسانی دیده میشه و اون انسان به شما خواهد گفت کدوم یک از این عکس ها مال زمین هست و کدوم مال مریخ. اما میبینید که شباهت بسیار زیادی به هم دیگه دارن و بنابراین سخته که تشخیص بدیم. اما عکس بعد اگه دقت بفرمایید، تصاویری که از بالای مریخ گرفتن، اون نواحی آتش فشانی، اون گودال ها و اون نواحی که وجود بسیار بسیار شباهت داره بعد از نواحی زمین. هرچند زمین به خاطر داشتن اتمسفر، به خاطر فرسایش خاک، باران حالا و عوامل دیگه فرسایش پیدا کرده اون آثار، اما در نواحی بیابانی که این آثار بهتر مونده شباهت هایی داره با مریخ و این نشون میده که در واقع انگار مریخ آینده زمین هست، یا به قولی ما میتونیم با توجه به مثالی که روی زمین داریم این حدس رو بزنیم که چنین اتفاق مشابهی در مریخ در گذشته رخ داده. نمونه دیگه تصویر براتون گذاشتم، باز تصویری هست از سطح مریخ و زمین و دو تا بیابان رو داره نشون میده که یکی از این بیابان‌ها تصویر زمین هست، مال منطقه‌ای هست در دبی، و دیگری سطح مریخ هستش. و باز اگر در حالا تصاویر بخوایم دقت بکنیم، بعضی از نواحی روی زمین که ازشون آبی مثلا یه رودخونه‌ای بوده که عبور کرده در یک بیابانی خوش شده، چنین تصویری رو ما نظیر به نظیر در مریخ داریم. یعنی در واقع در این تصویر مشاهده می‌کنیم که انگار در گذشته‌های دور در مریخ رودخانه‌ای بوده، این رودخونه بنابر دلایلی خوش شده و این آثار به جا مونده که این آثار خودش گویای این هستش که در قدیم در مریخ آب وجود داشته و جریان‌های آبی بوده. باز تصویر دیگه براتون گذاشتم، در این تصویر شما یک مسیر رودخانه خیلی عظیم رو می‌بینید که این رودخانه عظیم نواحی اطرافش دچار فرسایش خاک شدن، حتی مقداری آب به نواحی اطراف چپ و راست نفوذ کرده و بعد این بستر رودخانه خوش شده. مثالش از زمین هست و بعد نمونه دیگه‌اش هم عیناً در مریخ به صورت نظیر به نظیر دیده میشه. بنابراین کاملا واضح هستش که در گذشته های دور در مریخ ما چنین آثاری رو داشتیم و حتی ما نمونه های دیگه هم داریم در سطح مریخ. مثال هایی داریم که در روی زمین انشعابی از رودخونه هست که ایجاد دلتا کرده و بعد این شاخه های رودخونه که ما عیناً چنین چیزی شبیه شش انسانه که ما عیناً چنین چیزی رو در مریخ هم داریم میبینیم به صورت خوش شده، مسیری که دیگه امروزه در اینجا هیچ آبی وجود نداره و کاملا واضح هستش که این هم در گذشته مملو از آب بوده. و حتی میگم اینقدر از این مثال ها زیاده است که دانشمندان امروز یقین دارند که در زمان های بسیار دور، حتی میگیم حدود 4 میلیارد سال پیش، مریخ و زمین دقیقاً عین هم بودند. اما بنابر حالا بگیم علت هایی که بهش خواهیم رسید، این آثار کم کم از بین رفته. در زمان های گذشته در مریخ فعالیت آتشفشانی بوده، همونطور که میدونید آتشفشان ها باعث ایجاد گاز خروج گاز نیتروژن در جو میشن، حتی میتونن باعث ایجاد بخار آب باشن، یعنی جو و مملو از بخار آب کنن، گاز نیتروژن بکنن، گاز متان کنن، عناصری که برای ایجاد حیات ما بهش نیاز داریم. اما بعد از اینکه حالا بگیم این دوران گذشت و فعالیت آتشفشانی استاپ شد و ایستادند، اون موقع شد که دیگه کم کم مریخ این عناصر از دست داد. و بعد اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بودش که اکسیژن موجود در جو مریخ شروع کرد با سطح مریخ ترکیب شدن و تمام سطح مریخ امروز به رنگ قرمز هست، چیزی شبیه آهن زنگ زده است، در واقع اکسید آهن، و این به خاطر این هستش که تمامی اون اکسیژن مصرف شده. نیم کره شمالی مریخ هم سردتر از نیم کره جنوبی هستش. اگر بخوایم اینو و بگیم که تابستان در نیم کره شمالی کوتاه‌تر هست، ما برای این چند تا علت داریم. اولا آتش‌فشانی که در نیم کره جنوبی هستن بیشتر هستن، و علت دیگه‌اش هم این هستش که حالا اون نواحی برآمده‌ای که در خود مریخ وجود داره بیشتر کمک می‌کنه که نور به این سمت بتابه، و به هر حال اینها همه باعث شدن که تابستون در نیم کره شمالی کوتاه‌تر باشه. اما حالا بریم سراغ این بحث که آیا امروزه باید چه کار کنیم؟ اگر دنبال حیات باشیم باید چه کار کنیم؟ ما دیگه از حالا آیا کاملا باید ناامید باشیم از وجود حیات رو سطح مریخ؟ خب بررسی‌هایی که امروزه انجام شده نشون میده که مریخ دارای تغییرات دما هست به خاطر جو نازکی که داره. روی زمین اختلاف دمای شب و روز زیاد نیست به واسطه اینکه جو زمین این گرما رو نگه می‌داره، اما با در مریخ این جو بسیار نازکه، اختلاف دمای شب و روزش زیاد هستش، به طوری که وقتی که شب میشه اون مناطقی گرم هستن به سرعت سرد میشن. اما با
بررسیایی که امروزه سفینه‌هایی که به حال فرستادن به سمت مریخ، انواع کاوشگرها شاید شما شنیده باشین، روح، فرصت و پشتکار، اونی که حالا اخیراً فرستادن، کم کم دانشمندا سراغ این هستن که به این بحث برسن که ما دیگه بریم سراغ درون مریخ، لایه‌های زیری مریخ که شاید در اونجا اتفاقاتی افتاده باشه و شاید هم هنوز چنین آثاری باشه، به خاطر اینکه تمامی آثاری که روی سطح مریخ هست گواه بر این هستش که جریان‌های آب در این سطح وجود داشته. بنابراین این امید وجود داره که از زیر مریخ ما دریاچه‌ای داشته باشیم که هنوز هم باشند، اقیانوس‌های زیرزمینی، دریاچه‌های زیرزمینی. و با بررسی‌هایی که امروز انجام شده یک سری از نواحی رو تعیین کردن که این نواحی میتونه مستعد این باشه که اگر بخوان بررسی بکنن در اینجا شاید بشه نوعی حیات. حالا منظور از حیات به یقین این نیستش که دنبال یک موجود زنده دوپای جانور بزرگ بگردیم، در حدی که حتی دانشمندای رشته اخرزیستشناسی به اسیدهای آمینه هم قانع هستند، در اون حالا بگیم اون ابتدایی ترین نوع حیات هم قانع هستند، حتی وجود گاز متان هم میتونه کمک بکنه، چون در روی زمین شما میدونید که گاز متان توش خیلی عناصر دیگه هست. حتی ما در روی کره زمین به مناطقی رفتیم که در اون مناطق حتی نور خورشید هم نیست، مثلا نواحی نیم کره جنوبی در اعماق یخ خب ارگانیت‌هایی پیدا شده که اینا حتی نیاز به نور خورشید هم نداشتن و هنوز هم به حیاتشون ادامه میدادن. پس شاید در همین پدیده بخواد همچنان هم در مریخ رخ داده باشه و باشه هنوز، و این جزء برنامه‌ای هستش که حالا اختشناسا پیگیر هستن که شاید بتونن اینو پیدا بکنن. البته یک اتفاق دیگه هم که داره میفته این هستش که تمایل دارن که مجددا حیات روی مریخ احیا بکنن، چون مریخ این امکان که بتونه دارای اکسیژن باشه رو داره. ببینید روی کره زمین شما وقتی یک بادکنکی رو از گاز هلیوم پر میکنید، این بادکنک به سمت بالا میره، یعنی جو زمین، جاذبه زمین قادر به نگهداری گاز هلیوم در سطحش نیست، اما گاز اکسیژن میمونه. مریخ هم این توانایی داره که گاز اکسیژن نگه داره. بنابراین پروژه‌ای که وجود داره اینه که در ابتدا روی سطح مریخ مثلا گیاهانی که بسیار کوچک هستن مثل خزه ها یه چنین چیزهایی رو بکارن. حالا بعد گذشته مدت‌های زیاد کم کم میزان اکسیژن مریخ زیاد بشه و بعد این پروژه بعدی مثلا کاشت بوته باشه و بعدها کاشت درختچه باشه و بعدها کاشت درخت باشه و با این تکنیک شاید بشه به نوعی میزان اکسیژن مریخ رو زیاد کرد. هرچند ما با یک حالا بگیم مقاومتی مثل وجود گاز CO2 طرف هستیم، خب این هم باز راه داره. حالا میشه این گاز رو در یک سیکل زیستشناسی مثلا مورد مصرف قرار داد و شاید بشه همون اتفاقی که برای زمین افتاده. به یقین زمین هم در زمانهای اولیه جو بسیار سمیمی داشته، ولی کم کم این پروژه احیا شده. اما نکته دیگه هم که وجود داره نفسش که ما از کجا باز مطمئن هستیم که زمانی روی سطح مریخ حیات وجود داشته، اون این هستش که سنگ‌هایی پیدا شده که این سنگ‌ها بر روی زمین پیدا شده. قدمت این سنگ‌ها بالغ بر 4 میلیارد سال هست و این سنگ‌ها از مریخ اومده روی زمین. خب شاید این جمله یکم سورپرایز باشه که چطور میشه از مریخ سنگی به سمت زمین پرتاب شده باشه. ما روی سطح مریخ یک شکاف عظیمی داریم، شکافی که تقریباً یک سوم استوای مریخ رو احاطه کرده و گویای این هستش که انگار در دوران بسیار دور ضربه به مریخ خورده، به طوری که مریخ شکافته و دوباره به هم متصل شده و این باعث شده که ما این احساس رو بکنیم که در همین پدیده باعث شده که حیات روی مریخ از بین بره. ولی این سنگ‌هایی که به زمین آوردن گویای حالا از بررسی‌هایی که روی کانیاشون انجام دادن گویای این هستش که نوعی ارگانیسم یا بگیم نوعی حالا اتفاقی که شامل حالا بگیم نوعی کانی که انگار در اون دوران حیاتی بوده پیدا شده. البته بگم تمام اینها فعلا در حد یک نظریه های محکمی هست، اما در همین قرن 21 سفینه هایی که فرستادن و دانشمندان دارن سعی میکنن که برن سراغ بررسی های دقیق تر از سطح مریخ که وزیر لایه های مریخ که ببینن آیا میتونن نشانه ای پیدا بکنند که چنین آثاری رو ما داریم در روی میتونیم آیا احیا بکنیم، آیا میتونیم این عوامل رو استخراج بکنیم یا نه. موشک‌هایی فرستاده شده، مریخ گردهایی فرستاده شده که اینا روی سطح مریخ فرود اومدن و کاوش‌های بسیار بسیار خوبی انجام دادن و ما داریم نتیجه‌هاشو داریم می‌بینیم. و در سال 2021 هم یک سفینه، یک مریخ نورد روی مریخ فرود خواهد آمد. این پرتاب شده حدود چند ماه گذشته و این امیدواری رو داریم که بتونه نشانه‌هایی رو روی سطح مریخ پیدا بکنه مبنی بر اینکه آب در زیر لایه‌های مریخ وجود داره و از این بابت هم بسیار بسیار امیدوار هستیم.
اما فعلا در حال حاضر چون این سوالی هستش که اغلب اوقات میپرسن، هیچ نشانه رسمی که گویای این باشه که در مریخ حیات پیدا شده ما نداریم و بنابراین میتونیم بگیم که به طور کلی مریخ در حال حاضر اگر بخوایم به یقین صحبت بکنیم بگیم که آیا در سطح مریخ حیات وجود داره، جوابون خیر هست. سه منطقه رو پیدا کردن و که این سه منطقه نشانه گذاری شده. خب چون تایمی هم کم هست من دیگه بحثم همینجا تموم میکنم، اما امیدوارم که روزی موفق بشین در سطح مریخ حیات پیدا بکنیم. متشکرم.